های رسانه های حقوق بشری که با هدف مشخص فعالیت میکنند میتوانند عاملانه بخشی از واقعیت را برجسته کنند بدون آنکه دروغ بگویند و در واقعیت دست ببرند و یا اینکه بخشی از واقعیت را نگویند. بله این سوال سختیه دیگه. ببینید البته من قبلا در یه مورد دیگه که اشاره شده بود به این که مثلا این خبرنگار خارجی اومده از ایران داره در مورد بخش خاصی از جامعه گزارش میده و راجع به بخش دیگه گزارش نمیده، این حکمش چیه؟ مثلا آیا میشه این کارو کرد نمیشه این کارو کرد؟ که به هر حال اون چیزی که به عقل متوسط ما میرسه اینه که به هر حال یک روزنامه‌نگار حق داره که بیاد و در مورد یک قضیه مشخص اطلاع رسانی کنه. گیرم اون موضوع 10 تا بوده دیگه هم داره، در مورد یک بودش اطلاع رسانی کنه ولی به شرط اینکه اون روشن کنه. این همون که بنده میرم مثلا سفر میکنم به کشور مراکش، میخوام راجع به وضعیت مثلا فرض کنید که زنان رئیس شرکت یا در واقع زنان موفق اقتصادی مراکش گزارش تهیه کنم، حق دارم این کارو بکنم. خب شما نمیتونید به من انتقاد کنید که در این جامعه این هم زن تحت ستم قرار داره. نه، من موضوعم الان زنانیه که رئیس مؤسسات اقتصادی هستن، تعدادشون هم کم ولی من موضوعم اونه، ولی باید اینو روشن کنم. حق ندارم اینو بگم که خب اینا نه کل زنان نماینده هستن از زنان مراکشی به صورت عام. اگر روشن کرده باشم من حق دارم که نکته خاصی رو برجسته بکنم به شرط اینکه مخاطب من بدونه دارم چیکار میکنم. در مورد مسائل حقوق بشری هم همینطوره، شما دارید گزارشی تهیه میکنید، این گزارش مثلا راجع به اعدامه. اگر که این گزارش رو تهیه بکنید و مستند هم تهیه بکنید، کسی نمیتونه به شما ایراد بگیره که چرا وقتی در قانون مثلا مربوط به حضانت فرزند این پیشرفت ایجاد شده شما اونو نیاوردید تو گزارشت. شما حق دارید بگید که آقا من دارم راجع به اعدام گزارش تهیه میکنم. اما دو تا مسئله، یکی اینکه باید مشخص بکنید که دارید راجع به این موضوع خاص تهیه میکنید و یکی اینکه راجع به اون موضوع خاص دیگه حق ندارید با فکت‌ها گزینشی برخورد کنید. یعنی اگر که شما در مورد اعدام دارید گزارش تهیه میکنید در مورد کشور X، چون به این خاطر که این که دارم میگم در مورد ایران لزوما همچین قانونی ایجاد نشده، مثلا به این نتیجه میرسید که میزان اعدام‌ها بالا رفته در اون کشور به این خاطر که قانونی گذاشتن که این جرم خاص رو طبق قوانین اون کشور یا طبق برداشت اون کشور براش حکم اعدام میبرند از امسال، ولی در این حال میزان اعدام افراد زیر 18 سال متوقف شده در حالی که مثلا قبلا سالی 30 40 تا بوده، به این خاطر که اینو در قوانینشون ممنوع کردن شما حق ندارید این رو نگید و فقط این رو بگید. در مورد اعدام اگه دارید گزارش میدید باید تمام جنبه‌هاش رو بگید. من باز تاکید میکنم واقعا اگر تصور ما از دنیای رسانه‌ای اینقدر کوچیکه که ما میتونیم توی حقایقی دست ببریم و بعد مثلا این رو داریم برای افشا کردن یک جایی، یک حکومت، یک سیستمی مورد استفاده قرار میدیم و اون حکومت هم از خودش دفاع نمیکنه و اثبات نمیکنه که ما اطلاع رسانیمون جهتدار بوده، اشتباه میکنیم. ما اگر که اطلاع رسانیمون دقیق باشه معنیش اینه که اطلاع رسانیه که حتی کسی که اون اطلاع رسانی علیهش در واقع انجام شده اون در واقع امکانات محدودی داره برای اینکه اطلاع رسانی ما رو زیر سوال ببره. ولی اگر که ما دست برده باشیم تو حقایق ولو با این شیوه که بخششو گفته باشیم و بخششو آمدانه سانسور کرده باشیم، در اون صورت طبیعتاً این جز اولین فکت‌هایی خواهد بود که علیه اطلاع رسانی ما انجام میشه و نه تنها اطلاع رسانی ما و قسمت‌های درستش که خودمون رو به عنوان یک منبع در آینده هم غیر معتبر میکنه. وقت زیادی واقعا فکر میکنم باقی نمونده باشه ولی ای کاش شاید این واقعا به یک چیز جداگانه احتیاج داشته باشه. مواردی که مثلا در مورد کشور خود ما اون نهادهایی که از طرف حکومت ایران میرن و در این مجامع بین‌المللی شرکت میکنن با این هدف که انتقادهای حقوق بشری رو خنسا کنن و در واقع دفاع بکنن از عملکرد حقوق بشری خودشون، مواردی که اونها چطور با حتی گرفتن یه دونه گاف این رو به نحو مؤثر ازش استفاده کرده اند و میکنند و ازش نتیجه میگیرن، ببینید این یه نمونه است، بقیه‌اش هم همینه. در نتیجه این هر کار دیگری واقعا ما مجبوریم در اطلاع رسانی خودمون، میگم در درجه اول این بحث پرنسیبی اخلاقی حرفه‌ایه،
ولی حتی اگر که کسی به هیچ کدوم از اینام اعتقاد نداشته باشه، حتی از نظر مصلحت کاری که داره انجام میدم باید اطلاع رسانیش دقیق باشه و باید نشه یک حتی یک خط از اون رو زیر سوال برد. باز من تاکید میکنم اون مثال کاهش اعدام مثلا افراد زیر 18 سال من کاملا مثال زدم دیگه، منظورم این نبود که واقعا همش اتفاقی افتاده. معلوم بله بله، به هیچ وجه مشخصا آمار زیر 18 سال تو ذهنم الان نیست، به عنوان یک نمونه فرضی گفتم. بله ببینید، واقعا اگر که در رسانه‌ای سردبیری از ما میخواد که به صورت گزینشی گزارش دهی بکنیم، البته خب ببینید شما در زمانی که مثلا در مورد یک کشوری دارید گزارش دهی میکنید که عملکرد کلی حقوق بشریش منفی هست، طبیعتا تیتر گزارشتون رو روی اون میرید و نه روی حالا اینکه یه عملکردی هستش که مثلا فرض کنید این عملکرد از 20 قسمت تشکیل شده، از این 20 قسمت 16 قسمتش منفی 4 قسمتش مثبته. طبیعتا شما تم کلیتون رو، تیترتون رو، در واقع لیدتون رو و مثلا پاراگراف اولتون رو، اینها رو روی در واقع خب بحث منفیش میرید. اما اون 4 موردی که منفی نبوده است رو حق ندارید سانسور کنید. اگر سردبیری صراحتن داره از روزنامه‌نگاری میخواد که نه، شما اگر دارید از یک عمل کرده 20 قسمتی که 16 تاش مثبت 4 تاش منفیه، شما اون 4 تا منفی رو کل 16 تاش منفی 4 تاش مثبت، اون 4 تا مثبت رو کلا سانسور کن و بذار کنار، خب این به نظر من کار کاملا غیر حرفه‌ای هست. خب بعضی وقتا روزنامه‌نگار سخت براش یا امکانش کمه براش که در این مواقع چالش کنه مدیریت خودش رو، ولی به نظر من روزنامه‌نگار باید سعی کنه به اون سردبیری که این تقاضا رو داره توضیح بده که چرا تصویر کامل به اندازه کافی گویا هست و دست بردن در این تصویر کامل هیچ کمکی نمی‌کنه جز اینکه اعتبار همون رسانه رو خدشه‌دار می‌کنه. رسانه‌هایی که در واقع به صورت یک طرفه در مورد موضوعات مختلف همیشه یک نوع موضع‌گیری رو دارن کم نیستن، ولی بعیده که اونها مؤثرترین رسانه ها هم باشن، یا حداقل در اون رسانه ها روزنامه‌نگارانی که، چون واقعیت اینه که من اعتقاد ندارم که حتی در یک رسانه واحد همه روزنامه‌نگارها دارن یک جور عمل میکنن، یا اینکه یک قواعدی هستش فراتر از اختیار روزنامه‌نگارا که همه رو مجبور میکنه یک کار بکنن. نه واقعا حداقل تجربه ای که من شخصا تا حالا داشتم اینه که چه در داخل و چه در خارج از ایران، به هر حال روزنامه‌نگار میتونه روش خودش رو داشته باشه. هر روزنامه‌ای، هر نشریه‌ای قواعدی داره البته که خب اون قواعد رو طبیعتاً روزنامه‌نگارانش انتظار داره که رعایت بکنن، ولی در جایی که مثل این موردی که شما گفتید کاملاً یک توقع غیر حرفه‌ای وجود داره، به نظر من روزنامه‌نگار باید حداقلش اینه که سعی بکنه به مسئول خودش، سردبیر خودش این رو توضیح بده که این رویکرد در درجه اول به ضرر همون نشریه هستش
و وقتی که یک روزنامه، یک نشریه، یک سایت اشتهار پیدا میکنه به دست بردن تو خبرها، طبیعتا طیفی از مخاطبان حداقل خاص دیگه اون رو از حد بیشتر جدی نمیگیرن. و شما هم میدونید که هر چی زمان پیش میره معمولا این جور موارد گاف گرفتن رسانه‌ای بیشتر میشه دیگه. یعنی شما چیزی رو تهیه میکنید، توی اون دست میبرید، بخشایش رو نمیگید، به این خاطر که به یک هدف کلی که در اون نوشته دارید بخوره. ولی واقعا خیلی از اینها حتی به لحاظ ارزشی و حرفه‌ای اگر در نظر نگیریم، حتی به لحاظ عملی هم دیر یا زود افراد اینها رو در معرض حساسیت قرار میدن و مخاطبان شما خیلی هاشون اینها رو میفهمن و اعتبار خودمون رسانه پایین تر میاد. در نتیجه به نظر من این کار، شاید شک داشته باشیم، شاید اختلاف نظر داشته باشیم که آیا این کار به ضرر مثلا اون حکومتی که اون رسانه میخواد علیهش افشاگری بکنه هست یا نیست. ممکنه راجع به این اختلاف نظر داشته باشیم، یکی بگه هست یکی بگه نیست، اما اینکه به ضرر اون رسانه هست قطعا هست. و یک سردبیر حتی اگر که حساسیت‌های حرفه‌ای و پرانسیپ‌های حرفه‌ای نداشته باشه، حداقل به خاطر نفع خودش باید این نکته رو بفهمه.